بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. به من ده که بس بیدل افتادم و از این هر دو بی حاصل افتادم. به نام خدا با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان، جلسه سوممون رو به یاری خداوند آغاز میکنیم و مسائل اتصال و بحث شبکه شعور کیهانی و فیض و رحمت الهی، مقوله هایی رو که با همدیگه صحبت کردیم ادامه میدیم، باز میکنیم و مسائل فرادرمانی رو با دقت بیشتری مورد بررسی قرار میدیم. یکی از دوستان عزیزم نامه دادن، من از ترجیح میدم که خودشون بدم خدمت خودشون عین اصل نامه‌شون رو به عنوان حسن شروع کلاسمون داشته باشیم و بعد دیگه مسائل رو پیگیری بکنیم با امید خدا. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم کمترین رهاورد این کلاس درمانگری باشه و هر کسی که به شبکه شعور کیهانی وصل میشه میتونه وسیله‌ای برای جریان فیض و رحمت الهی باشه بر خلایق. این زیباترین تعبیری که من برداشتی که از این کلاس داشتم این بود، چون اتفاقات فوق العاده قشنگی در طی هفته گذشته بر خود من اتفاق افتاد. تنها درمانگری نیست، کارهای فوق العاده قشنگ دیگری هم میشه برای مردم خواست و از این رحمت استفاده کرد. بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم، دستون درد نکنه. حالا اونجا باشه خدمتتون، باشه خدمتتون که باز دوستان ده. بفرمایید. لازمش که توضیح مختصر بگم. هست من سالها بیش از 28 سال کار انرژی درمانی میکردم و چون نمیدونستم واقعا به این راحتی میشه انجام داد، دقیقا از باتری استفاده میکردم و نتیجهش فرسودگی فوق العاده سنگین تمام دستگاه های بدن من و داغون شدن خیلی زیادی بود. در طول این که دو هفته فهمیدم که میشه از دینام استفاده کرد بدون اینکه کوچکترین ضربه‌ای به وجود انسان بخوره و من از این ارتباط مستقیم استفاده کردم. یک آقای گرفتاری خیلی شدیدی داشت. این آمد پیش من و ملتمس دعا شد که برای من یه دعایی بکنید این مشکل ما برطرف بشه. من به مقتضای راهی رو که سالیان متمادی می‌رفتیم تسلیم خداوند، من هیچ وقت فکر می‌کنم دعایی هم نداشته باشیم و تقاضایی از خداوند داشته باشیم. من فقط به همین بسنده کردم که این خواسته ایشون رو وصل کردم به همین شبکه. فرداش با فردا غروب اون روز دیدم با یه هدایای خیلی ارزشمندی آمد و با کمال تعجب برای خود من بهت‌آور بود که مشکل من حل شده و این گرفتاری این عظمت که شنیدنش خیلی وحشتناکه برای ایشون مرتفع شده بود. حالا اصرار داشت که این هدایا رو شما بفرستین. گفتم واقعا برای چی، به چه مناسبت؟ من کاری نکردم، اگر این دعایی حداقل هم پندار ایشون من دعایی هم کرده باشم اینقدر مستجاب و دعوه باشم، از اونی که دعوت من رو پذیرفته من هدایا رو میگیرم نیازی نیست. و نهایتا یه جعبه شیرینی رو از ایشون پذیرفتم که خیلی گوارا و جالب بود. برای خودم ساعتها غرق در اشک و یه حالت فوق‌العاده قشنگی بودم که به این زیبایی میشه از این ارتباط استفاده کرد. خیلی ممنون، سپاسگزارم، دستتون خدمتتون باشه. بله خدمتتون باشه. یک مسئله است که من البته در جلسات گذشته خدمت دوستان عزیزم عرض کردم، بحث درمان یک بازی بود که ما دوستان رو دعوت به یک بازی کردیم، خاطرتون هست که، و توی این ضمن انجام این بازی، یعنی در باغ سبز، توی این بازی برای انجام این بازی اومدیم. حالا این بازی که انجام میشه یه دفعه بعدش میگن که اصلا این بر بوده و ماجراهای اصلی تری هست که در واقع اونجا متوجه میشین چرا ما گفتیم بازی. و خیلی ما میتونیم از فیض و رحمت الهی استفاده هایی بکنیم و حلقه های متعددی داریم. حالا همین مسائل رو براش حلقه داریم در دوره چهار با حفاظ هاش، چون که خود این قضایا رو ما میخوایم، حالا شما خیلی از دوستان برای ما نوشتن، مینویسن و میبینن مسئولشون انجام میشه و همین قضایی منتها تو حلقه خاص خودش با حفاظهای خاص خودش که حمله ای از شبکه منفی هم صورت نگیره. حالا اینا یه سری مسئول است که با همدیگه صحبت بکنیم. خلاصه کلام اینه که رحمانیت الهی به ما میخوره، انعکاس پیدا میکنه، یعنی ما میشیم انعکاس دهنده رحمانیت الهی. بعد هر کس به ما نگاه میکنه نور الهی میبینه، نمیدونه که ماجرا چیه. ماجرا اینه که ما چون انعکاس رحمانیت الهی دادیم این مسئله حل.
حالا خیلی صحبت هاست، من اگر زیاد راجع به موضوع توقف نکردم و خیلی روش اصرار نکردم برای اینکه ما دیریازود این مسئله دستمون میاد و الان بیشتر صحبتامون میاد روی بحث فرادرمانی و نمیدونم اینجوری کنید و اونجوری و نمیدونم نمودارها و از اینجور حرفا، منتها به چه مناسبت؟ به مناسبت اینکه ما این کار رو خوب انجام بدیم تا هوشمندی الهی برامون ثابت بشه. وقتی هوشمندی الهی برامون ثابت شد خودش ثابت میشه، وقتی خودش ثابت شد دیگه بقیه مسائل رحمانیت رو جدی میگیریم و همه قضایاشو به صورتی نگاه خواهیم کرد که شاید تا امروز بهش اینجوری نگاه نکردیم. درست شد یا نه؟ پس ما گام به گام حرکت میکنیم.